خب آقایون چه خبر شده است؟ چه خبر شده است آقای خلیل؟ سیت داون پلیز. قربان همونطور که کاپیتان راندینگ میدونن سه نفری با یه قزاق میومدن. یه دفعه نمیدونم چطور میشه مردم میریزن سرشون. حالا چند نفر بودن معلوم نیست. هاردینگ متوجه میشه یه سیاه چاقو رو تا دسته میکنه تو شکم قزاق. بعدم یه ضربه میزنه به جکسون. هاردینگ و اورسون میخوان فرار کنن که اورسون هم با تیر میزنن. شما کسی را فرستادید دنبال دو تای دیگه؟ بله چند پاترول. روزها خبر دادید دنبال قزاقشان بردن؟ قربان پیغام فرستادیم. ماست بودن شکی نیست. شاید به کسی مثلا یه زن اذیت کردن. شاقی ها کلی حساس به این چیزا. باید اول از وضع اون نفر مطلع بشیم. نتیجه را به من گزارش کنید. Thank you. Good night. قربان اولتیماتوم حکومت بوشهر رو هم بنویسم. البته فوراً طبق مقررات کپیتولاسیون بنویس 24 ساعته مرتقبین را تحویل دهند. خودم امضا می کنم همراه با یک گزارش کامل از واقعه و سفارت دولت فخیمه در تهران مخابره کنید. همین. برای تحویل زاربین 24 ساعت مهلت دارید. در غیر این صورت حفظ نظم شهر را بالیوس خانه به عهده خواهد گرفت. حضرات ما را به اجرای کاپیتولاسیون تهدید می کنند. خب معلومه محاکمه و مجازات ایرانی ها را حق خودشون می دونن. آقایون اولتیماتوم را رد می کنیم. Smith. Yes, sir. You with your man to the right. You come with me. Come on. And you two, stay right here. بوشهر به همین آسونی میفته تو چنگ حضرات. اونا دست خالی ما رو خوب خوندن. حرفی هم توش نیست. ولی مردم رو باید حالیشون کرد که این کار نقض حق حاکمیت یک کشور مستقل و بیطرفه. ننگاوره. باید مردم رو سر غیرت آورد. شک نیست ننگاوره. اما چه کاری ازشون ساخته است؟ با دست خالی گلوله ها رو پس بزنن. آخه جنگ دنیاگیره. به قول خودشون بین المللیه. مثل مهمون با روی خوش اومدن. حالا هم صابخونه شدن. مگه به هند اعلان جنگ دادن؟ با پنبه سر می بردن آقا. توپای جهازهای جنگی شهر رو نشونه گرفتن. دیگه چندون فرصتی باقی نمونده. راهش اینه که منتظر جواب تهران نشیم و در اسلحه خونه حکومتی رو مردم باز کنیم. به حضرت مجتهد و همه آقایون توصیه می کنم هرچه زودتر از شهر خارج بشن. اگه کسی قصد مبارزه داشته باشه میتونه بره دلوار و چاکوتا. عنقریب سراغ همه میان. شما چه تصمیمی دارین؟ بوشهر میمونین؟ نگران من نباشین. فعلا که آزادی من تا دم در امارت حکومتی تامینه. اما شما نماینده ی حاکمیت ایران هستین. محال توقیفتون کنن. خیلی هم خوشبین نباشین. بله قربان به عملیات یکی از تفنگچی‌های رئیس علی اومده میگه کار فوری داره. بگو بیا تو. چشم قربان. سلام قربان. سلام علیکم. علیکم السلام. خبر تازه بهمن یار. قابل عرض قربان. خبری نیست ولی انگلیسی‌ها امارات جرمنی رو دارن میگیرن. اینو میدونستم. بشین. باید مرخص بشم.
دیگه چه خبر بهمن‌یار؟ یعنی اونا حق دارن این کارو بکنن قربان؟ نه. میدونم. ببینم. تو همیشه رئیس علی رو میبینی اینطور نیست؟ بله. فرمایش داشتین. میخوام از قول من بگی تنگستونی ها دیگه لازم نیست منتظر دستور دولت مرکزی بمونن. چش. خدا نگهدار. صبر کن. آقایون، مجاهدات مردم تنگستون و دشتستون دیگه به عنوان یاغیگری بر ضد دولت مرکزی تلقی نمیشه. ما در شرایط جنگ و دفاع از مرز جنوبی مملکتیم و اینم جرم نیست. از تا حالا یاغی بودیم؟ مجاهدای تنگستان نیازی به کسب تکلیف از دولت مرکزی رو ندارن. جهازای جنگی انگلیس به بندر نزدیک شدن، توپاشون رو به طرف شهر میزون کردن. حالا دیگه از بندر یا چه کاری ساخته است؟ از اولش هم کاری ساخته نبود. شما تنگستونیا حق دارین مردم تاجر پیشه بوشهر رو دست کم بگیرین، اما دوره مشروطه رو فراموش نکنین. سید، اگه میتونی مملکت رو دریاب، اون وقت مشروط هم داری. بهمن‌یار، یه نفس میری دلوار. بله قربان. خدافظ. باز سر گوشی آب بدیم ببینیم امارت جرمنی چه خبره. آج سید محمد رضا منتظره. امارت جرمنی سر رامونه. قرآن محمد یارت باشه. حالا چه وقت تشریف بردنه؟ یه خورده دیگه اینجا میموندی. باشه یه وقت دیگه مادر. حالا وقت تنگه. به امان خدا. به سلامت پسرم. هنوز مشغولم. بریم جلوتر. اون خلیل نامر ای به گوله، صداش اینه که بندازنش تو راه اربابش. حالا موقع این حرفا نیست، هرچی باشه ایرونیه. گفتی ایرونی؟ ایرونی که برا پول به برادرش خیانت کنه سگ فرنگی هست. Move on, you two. Yeah. آج آقا هستن؟ اما کی باشی؟ بگو رئیس علی و خالو اومدن. سلام علیکم. علیکم السلام. کسی خدمتشونه؟ نه خود بفرمایید. حالت خوبه زار خسرو؟ رایتون کم نشه، معلومتون زیاد. خوش اومدین سربازای اسلام، مجاهدین راه وطن. قلبم از دیدنتون روشن شد. خیلی منتظرتون بودم. میدونستم میاد. قربون محبت شما. خوشحالی ما هم دست کمی از شما نداره. خدا توفیق بده روزهای آزادی و راحتی از شر اجنبی زیارتتون کنیم. انشالله. انشالله روزای خوبم میرسه. به موقع از بوشهر تشریف میبرین نیست؟ اوضاع داره وخیم میشه. فعلا صلاح نیست بیشتر تو شهر بمونیم. الان خبر رسید که انگلیس‌ها هجوم بردن خونه ی تاجر آلمانی و قصد توقیفشو دارن. من و خالو هم دیدیم که می‌بردنش. زنش هم می‌بردن. مقصود اصلی اینا اجرای قرارداد 1907. به هر قیمت شده این کارو می‌کنن. می‌خوان شمال محل جولان بازی روس و جنوب محل صاحب بازی انگلیس باشه.
با دشمن نباید مدارا کرد. باید قاصبو بیرون کنیم تا به حقمون برسیم. اگه عرضه نشون ندیم معلومه حق با اوناست. راست میگه حاج آقا، اگه نجنگیم که غالب نمیشیم. نمیتونم ببینم زن و بچه‌م، آب و گلم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه. آدمای پرشوری هستین که راه حق و دنبال میکنین. خدا توفیقتون بده. خب چی کار میخواین بکنین؟ از دست من چه کمکی برمیاد؟ جلوی پیشرفتشون رو به طرف برازجون و شیراز میتونیم بگیریم، مخصوصا تو تنگسون. شیخ حسین خان چاکوتایی هم راه شاهی رو میبنده. حتما اطراف بوشهر اردو میزنن و گله گله محافظ میذارن. با این وضع بهتر میشه ضربه زد. هرچی از مرکزشون بیشتر فاصله بگیرن برای ما بهتر. نون و آبشون رو میبریم، اسلحه و فشنگ تهیه میکنیم. خب بالاخره نگفتین ما چه کمک اساسی میتونیم به شما بکنیم؟ جنگ افتاده به تابستون، دست مردم تنگستون و دشت سون حتما از بازار قطع میشه. تفنگچی‌ها به عسرت و زحمت میفتن. واسه کمک به خانواده اونا و خرید اسلحه با خودیای بندر گپ بزنین. آدم مطمئن بفرستین که رد به دشمن نده. آسد میتیه بهبانی و افرادش رو مأمور این کار کنین. امیدوارم دریغ نفرمایین. بر ما فرضه، تنها مساعدت ناچیزیه که میتونیم بکنیم. ضمناً خودم از اوضاع بوشهر و کارهای حضرات شما رو مطلع میکنم. حاج آقا یه عده سرباز هندی و انگلیسی اومدن پشت سرباز؟ دارن. سرباز؟ بله. یعنی حتما بهشون خبر دادن ما اینجایی. خوب بود زودتر ختمش میکردیم. از کجا فهمیدن؟ شما رو تعقیب کردن. حالا تکلیف چیه؟ قصد مقاومت که ندارید؟ نه، وضع مناسب نیست. اسباتون کجاست؟ دادیم به ظاهر خسرو. آها خیلی خوب، اسبا رو میارن براتون. اگه محاصرتون نکرده باشن میتونید از در حیات خلوت برید. خیلی خوب. حاج آقا الان درو میشکنن، میان تو عمارت. خلاص اسبا رو ببرن حیات پشتی. خودت هم کمی معطلشون کن، بعد بذار بیان تو. ببرم خانم. دارم پیاده میشم، خدا میدونه چند هزار نفرم. آره 5 تا کشتی خودمو دیده بشون. غیر ممکنه. چرا ممکنه؟ مقصود اصلیشون همین بود اسمال آقا. چاره چیه؟ ابد که بدتر نمیشه. نه خیر آقا، دلتو خوش نکن دیگه، علنی دخالت میکنم. بگیر ببند که شروع بشه، بهت میگم یه من باز چقدر کره داره. نه بابا همچین معلومم نیست. آزادگان هوشیار از شهر میگریزند تا به مبارزان روستانشین بپیوندند، چرا که اندیشه پیکار با متشاوز در خارج از جامعه سوداگر بوشهر شکل می‌گیرد. برو جلو، برو جلو. در تنگستان و دشتستان سپید دم یک روز کشتار، توقیف و تبعید آزادی خواهانی که از شهر خارج نشدند آغاز می‌شود. مواظب بچه ها باش. چشم. برو. تون اختار میکنم، باید هر چه زودتر وضع شهر به حالت عادی برگرده. سربازاتونو به کشتیاتون برگردونید. خیلی متاسفم، رفتار شما مثل یک جنتلمن نیست. میخواهم بدانم تقصیر من چیست که شما از تصمیمات دولت خود بیخبر هستید. میدانم برای تصمیم گرفتن احتیاج به وقت دارید. تا ساعت 5 بعد از ظهر 8 ساعت وقت دارید. خوب فکر کنید. راستی آن قاتل را هم خودمان تحویل گرفتیم.
تو و اربابات رو رسوا میکنم، شکایت میکنم، به همه جا تلگراف میکنم. مثلا به کجا؟ عاقل باشید، چون شخصا با شما دوست هستم، در حفظ جان شما خود را مسئول میدانم. توصیه میکنم فعلا از اینجا خارج نشوید. به تهدیدهای تو مستمر چیه؟ بقیه تسلیم نمیشم. بسیار خوب، اختیار با شماست. تلگراف بیفایده است، تلگرافخونه دست اوناست، اونا یا جل میکنن یا اصلا نمیفرستن، کارشون اینه. از راه زمینم خیلی طول میکشه و همین دلیل باید زودتر جنبید. امروز قرار عده‌ای در تلگراف خانه متحسن بشن، بهتره شما هم برید اونجا. این متنو به رئیس دولت، وزارت خارجه و داخله مخابره کنید. نتیجه‌رم هرچه زودتر اطلاع بدید. 10 تا دارقه میفرستم اینجا رو محافظت کنم. چه خبره چه بابا، جراپاتو نگاه کن. این مردی که جاسوس امکان داره تلگراف جعلی درست کنه. پس آسادق کجاست بگید بیاد، خودمون مخابره میکنیم. ببرینش زندان نظمیه، خودم ازش استنتاق میکنم. زودتر الان شو بینم. یلا آخه بابا من چه کاری نکردم، شما بهش بگید. بشین مخابره کن، بهش بگو. حضور حضرت عجل رئیس الوزرای ممالک محروسه ایران. اومدم. برو کنار ببینم. چه خبره آقا؟ الو الو، من با عالی جناب مستر چیک کار دارم. آقای چوبک، کشتی برای شما حاضر است. Take him away. راست بیشان توپ
سلام علیکم مادر. سلام. حالت چطوره؟ دعاگو. خالو هست؟ بله. حسین، حسین، رئیس علی اومده. بفرمایید تو. قربون محبتتون. بی بی رو سلام برسید. سلامت باشین. آغور بخیر. آغور بخیر. تازه چه خبر؟ وضع و مکان اردو رو دیدن. امشب میتونیم کارو شروع کنیم. همین حالا؟ نه، وقتی ماه بالا اومد. با چند نفر؟ 5 تا زبده بسه، بهمن‌یار و غلام حسین حتما باشن. خبرش باشه، خبرشو میکنم. حالا وقت هست بیا تو. نه، باید برم خونه، اونجا منتظرتم. خداحافظ. خداحافظ. رمشون میدیم طرف بوشهر که خیال کنم میبرمشون اونجا. یلا که با ما همکاری نمی کنید. صحبت با شما بی نتیجه است. راه عبدالرضا چوبک را پیش گرفته اید. جسارت تهدید شما را ندارم، اما فقط لازم است بگویم همین الان چوبک در راه هندوستان است. کار دیگر از دست شما ساخته نیست. امیدوارم این چند روز در منزل فرصت مطالعه اوضاع و احوال را پیدا بکنید. فکر اساسی باید کرد. البته از نظر حفظ جان خودتان تحت نظر خواهید بود. یعنی این حق رو به خودتون میدید که منو توقیف کنید؟ هر طور میخواهید تعبیر کنید. خدا حافظ. آب بایستی سر نماز باز تو مسجد باشید. شما خیلی وقت دارید، صبر کنید تا هوا تاریک بشه، اون وقت مطمئن تره. یعنی نزدیکای غروب؟ کمی دیرتر هم باشه اشکالی نداره، ما تو مسجد امام هستیم. اگه کاری پیش اومد خبرمون کنید. قرار ما بعد از شیپور خاموشی دست بکرشیم. یلا
بیرون چه خبر؟ از صبح تا حالا گشت میزنه، باز خیلی مراقب باشه. خیلی خوب، لباس تفنگ رو قایم کن. اگه همه حاضرن را بیافتیم علامت میده. یه تو سربازه انگلیسی و هندی هم. تو اینجا باش. برای چی؟ مواظب اسبا باش. خیلی خوب. بتومین. بلا. بیا حیوان. سلام. سلام صدمتی. بیرون سرباز میگشت، به فکر بودین؟ خاطرت جمع باشه، قبلا فکرشو کردیم. چند نفر مراقبن دیگه؟ چه خبر؟ دیروز حدود 400 سرباز با تجهیزات تازه پیاده کردن. لشکرکشی کامل و بی نقصیه. به اعتراض اخیر دولت جواب دادن که هر وقت عثمانی از غرب ایران عقب نشینی کنه ما هم بوشهر رو تخلیه میکنیم. اول که حرفشون چیز دیگه بود. بله، اون بهانه شروع کار بوده. عده داوطلبا چند تایی شده، پس چرا نمیفرستینشون؟ باید باهاشون صحبت کنم. داوطلب بی اطلاع به چه درد میخوره؟ داریم راشو میندازیم. حالا شما مردای خودتون رو مسلح کنین. اینم حرفیه. درویش کجاست؟ دیر نکرده؟ نه، باید همین جاها باشه. باید الان پیداش بشه. برو یه نگاهی بکن. چشم. چند تایی هست؟ کجاست؟ حدود 30-40 تاست. من جاشو بلد نیستم، باز خودش بیاد. مدتی از حاجی بی خبرم. شما چی؟ جمعه پیش نماز جماعت دیدمش. اتفاقا از شما میپرسید، فرصت نشد حرف بزنیم. خب وضع منو که میدونین، باز سر و کله حاجی یوسف و خلیل پیدا شد. نزدیک بود گیر بیافتم، خودم رو بین جمعیت گم کردم. حاجی خودش هم تحت نظر. میدونم سیه. کار کشته شدی. تا الان دوام آوردی خیلیه، باز خیلی هوشیار باشی. اومده بس را بیفتیم. خانو حسین، شما ها همینجا بایستیم، اگه چیزی شد متفرق میشین. من الان بر میگردم. بایستیم. راحت باشین الان. نه درویش، زحمت نکش، زودتر باید را بیافتیم. صلاح نیست معطل بشیم. الان حاضر بشیم. تعارف که نداریم، برو سر مطلب. چایی باشه برای بعد. چهل و هشت هست، 24 تاش اینجاست. آلمانی هست. بقیهش کجاست؟ همین دور ورا. شما اینا رو ملاحظه کنیم، من خالو رو میبرم باقیشو تحویل بگیره. بگو بعدش با مال بیاد اینا رو ببره. پشنگا چند تا؟ 23,000 تا. Thank you.
خوش‌دسته. بفرمایید. چه خبره؟ باز اومدین جیره بدین و کمک کنین؟ خسته نباشی، مردت کجاست؟ سلامت باشی، از دریا نیومده، چی کارش داری؟ میدونی اینجا منطقه نظامی شده، خبر داری یا نه؟ اجازه کی؟ بی خود، بربابت بگو اینجا ملک مردم بوشهره. همشیره، این حرفا به من و تو مربوط نیست. ممکنه به تو مربوط نباشه، اما به من مربوطه. حالا اومدین همینو بگی، این خبر خوش آوردین ها؟ شما که نمیذاری من حرفمو بزنم. حرف نداری بزنی. لا اله الا الله. بابا، من اومدم شما رو دلالت کنم. میخوام بهت بگم بهتره فلفور از اینجا بری جای دیگه. اگه بخوای از انگلیسی ها براتون چادرم میگیرم. یعنی چی؟ خونمونو ول کنیم بریم تو چادر زندگی کنیم؟ مگه عقل از کله پریده؟ تو این چپرا شبایی عده راهزن کمین میکنن، به اردوی انگلیسی ها شبیخون میزنن. شما غیر ممکنه ندونین، به خاطر خودتونه که میگم. امیر لشکر انگلیسی گفته تمام کپرهای این منطقه باز خراب شد. خراب بشه؟ مگه اینجا ملک امیر لشکر یا بابای امیر لشکره؟ چه فضولی ها؟ اینجا خونه منه، خودم ساختمش، با چنگ و دندونم نگرش میدارم. زود زحمت رو کم کنی، یالا بریم بیرون. بسیار خوب، هر طور میل شماست. بفرمه
میتونیم بریم تو؟ قراولای برج هدف میکشید باش برو چهار پنج نفر رفتن اون تو Jaivar فرمانده شما چیه؟ میتونم همه شما رو بکشم. شما ما رو نکشت، به ما رحم کرد. رحم خوب چیزیه ها؟ ما به ما رحم میکنین؟ رئیس علی اگه اونا ما رو گرفته بودن نمیکشتن؟
به طرف دریا. بریزینشون تو دریا. برشلا جلو جلو بپشین برین جلو بطل نکنین. حالا میتونی شنا کنی. تا خود لندن شنا کنین. بگو تفنگچی ها برگردن. تفنگچی ها برگردن. این چه وقتیه بابا؟ آردیس من چی کار کنم؟ دستیر من چیه؟ هر چی میگم آردیس خمیر کنم اینا دستوردار نیستن. یخه منو چسبیدن. حرف به حساب که سرشون نمیشه. خدا عقلتون بده. خب آرد نداره. مگه بقیه این اون وایه دارن؟ به جای اون که نمیشه حرف تحویل مردم داد همه اینا دست به یکی کردن پدر این مردم رو در بیارن. مردم نون میخوان، مردم زن و بچه دارن. یعنی چه؟ مگه حرف حساب سرت نمیشه؟ یعنی تو نمیدونی مسئول اصلی این وضع کیه؟ چرا شماها نمیریزین بالیوس خونه رو سنگ بارون بکنین؟ الان دارن ارزاق عمومی رو ضبط میکنن. برای چی؟ که مردم رو اسیر و اجیر خودشون بکنن. بله. شماها که میدونی پس چرا نمیجنبین؟ اونها نگاه کنین دارن اعلامیه ها رو به در دیوار میچسبونن. برین یقه اونا رو بگیرین. بیاین بگیرین. اینا چیه به دیوار میچسبونین پدر سوخته های نسناس؟ بزنینشون عمونشون ندین. تفنگاشون رو بگیرین. بزنینشون بزنینشون اینجورو اینجورو چه خبره؟ چی شده؟ داشتیم تورامونو پهن میکردیم که یهو دیدیم دو سه تا قراب جنگی بزرگ دارن میان این طرف. هنوز خیلی دورن اما ممکنه یکی دو ساعت دیگه برسن. بیرقاشونو ندیدیم؟ خیر ولی مثل که انگلیسی باشه. خیلی خوب Yeah, yeah.
بلند شیم بریم، انگلیسی دارن حمله میکنن. وای یاری، رابیو زود باش. انگلیسی دارن حمله میکنن. انگلیسی دارن حمله میکنن. جلد باشین، انگلیسی دارن حمله میکنن. خونه زارستان رو خبر کن، برو. بی بی، رئیس علی گفته تمام زنا و بچه ها باید برن کوه. جلد باش. باش. به کوبیدن دلوار اکتفا نمی کنن. اینجا یا اینجا پیاده میشن. باز خیال کنن زدیم به کوب. اما ما میریم پشت نخلا. ممکنه اونا دنبال رد پا بیان و دلوار رو ضبط کنن. درسته، ممکنه. چند نفر رو تومه میکنن. کی تومه میشه؟ هر کی داوطلب بشه. من، تو، همه. چه فرقی میکنه؟ باز هوشیار باشیم. میفتن تو تله. الان وقتش رئیس، شروع کنیم. Now it's fixed.
unlock it. Start here. Better have a look. Be careful. Watch out. تفنگ زمین زود باشین. انگار فرمانده شونه. آره صاحب منصبه. همشون انگلیسی هم بچه کن بچه کن کپتانشونه بیشتر هندی ها موندن. اسیرا چی؟ تا قایق بدرقشون کنین گورشونو گم کنن. خدا قوت برزو. خدا یارت رئیس. بی بی برگشتی؟ بله دست تنهایی. ای میبینی که رئیس تو پاس جونمونو داری کافیه. این یکی دیگه کار تو نیست. سه ساله که یه مشکل به خونت نخورده. خدا مدد کنه که از خجالتت در بیایم. خونه من حالاشم میشه توش خوابید. رئیس علی. آه چیه چی شده؟ یه فرنگی اومده شما رو طلب میکنه. یه فرنگی؟ آره فرنگی. انگلیسیه؟ نه میگن سایه انگلیسی ها رو با تیر میزنه. آها واسموسه. برو بهش بگو من اینجا. همون جرمنی هست؟ یه وقت با لیوز جرمنی تو بوشهر بود. تو تیر اندازه یک کس. سلام. به به سلام موسیو واسمو. سلام رئیس. چطور از این طرف ها؟ خیلی خوش اومدی. قدمت رو چشم. مگه ممکنه از دلم بیرون بری؟ باید می اومدم. خیلی تغییر کردی. میخوای بگی پیر شدم؟ بعید نیست با اون مشقت ها. پیر که نه هنوز یه جرمنی سرزنده هستی. مرد که پیر نمیشه. بیدست هزارات حسابی توپکاریتون کردم. خبر شکست تازه‌شون رو دیروز گرفتم. همه جا صحبت از رئیس علی دلاوره. حرف خشک و خالی چه دردی رو دوا میکنه؟ راست میگم دست بالا کنم. نباید از افکار عمومی غافل بشی. حمایت همه مردم خیلی مهمه. افکار چی گفتین؟ همونی که شما گفتین. میتونه انگلیسی‌ها رو بریزه تو دریا. نه این فقط همت مردا و زنای تنگستونیه که میتونه این کارو بکنه. درسته؟ کاملا درسته. مردا باید جیوه ها رو ور بکشن، آستینا رو بالا بزنن و بیان وسط میدون. اینجوری میشه یه کاری کرد. با حرف کاری درست نمیشه. خیلی خب حالا بیا بریم خستگی در کن.
باز دست تنها موندی برزو. خدا حافظ. وجودت سلامت باشه. چه کنیم میسازیم. علی راستی یک مسلسل سنگین بالای سر در مسجد دیدم. از انگلیسی ها گرفتیم؟ مگه از این چیز هم آورده بودن؟ دو تا از اون گنده هاش، یکی رو تو مسجد امانت گذاشتن، یکیشم تو نخلستون هزار تیکه شده. بفرمایید. یعنی یکیشو سالم گرفتیم با فشنگاش؟ خیلی کمکه، آفرین. فشنگا رو بهشون پس دادیم. پس اینجوری بیرونشون کردیم. خوبه، حتما فشنگ لازم داری. حیفه. ببینم ممکنه بشه کاری کرد؟ این حدودا که نه، اما یه قاچاقچی از شاید بتونه این کارو بکنه. از دریا و شیخ نشینا. باید وسایلتون رو کامل کنی. فشنگاشو نایابه، یه مش آهن و چوب میمونه رو دستمون. صمیمانه میگم بهتره هرچه زودتر با شیخ حسین خان و زائر خضر خان قرارداد اتحاد بنویسیم. روی مساعدت جمال خان دشتی و قشقایی ها میتونیم حساب کنیم. مگه اتحاد فقط با قرارداد عملی میشه؟ ما که قلبن هم قسمیم. قرارداد چه چیز اضافه به ما میده؟ اونم قرارداد خانه با یک کت خدای ساده که تازه اسم رئیس هم براش زیاده. این چه حرفیه؟ لازمه که وظیفه هر طرف معلوم بشه. مثلا چرا باید تو دلبر به شماها کمک نرسه؟ چرا باید تنها باشین؟ برای اینکه همشون میدونستن انگلیسی ها حریف ما نمیشن. فوقش میزدیم به کوه. موندن اینجا برای انگلیسی ها خیلی گران تموم میشه. درسته. حرفی نیست. باید کارا اساسی باشه. شما در موقعیتی نیستین که قمار کنین. همه کاراتون باید حساب شده باشه. اونا منتظر شما. اگر موافق باشین همین امروز میریم اهرم. اتفاقا دلم میخواد یه سر برم اهرم، اما برای قرارداد شتابی ندارم. همیشه شما رو منطقی تر از دیگران میدونستم. مذاکره ضرر نداره. اگر قانع شدین قرارداد بسته میشه. تا ببینیم چی پیش میاد. سه به غروب میتونیم راه بیفتیم. خیلی متشکرم. همه مخالفت ها یه طرف، این سرسختی تنگستانی هم یه طرف. زیاد نگران نباشیم، بالاخره اونا هم سرشون به سنگ میخوریم. وانگهی مگه این مسئله رو نشنیدین؟ تب تند زود عرق میکنه. اگه اعتماد اونا رو جلب نکنیم قادر به هیچ کاری نیست. انشالله اعتماد اونا رو هم جلب میکنیم. اینا مثل بچه ها میمونن، لج میکنن. نگاه کن، دریابگی بود، از شیراز اومده، میخواد حاکم بوشهر بشه. آره، حضرات فکر میکنن به این سادگی میشه مردم رو گول زد. میگن از انگلیسا قول گرفته بوشهر رو تخلیه کنن. ای بابا، بشنو باور نکن. بعد از قضیه دلوار مردم از تنگستانیا بیشتر به اصطلاح قهرمان شدند. عقل اینها به چشمشان، یا در این مورد بهتر است بگویم به گوششان است، احساساتی شدند. نباید گذاشت تنور احساسات اینها از این داغ‌تر بشه. خطرناکه. کارهای احساساتی بی پایه. کاملا درسته. با خوانین میان راه صحبت کردین؟ در حد سلام و احوال پرسی و خوش و بش. موضوع اصلی رو مطرح نکردم. گفتم اول با شما صحبت کنم، اوضاع جدید رو ببینم، بعدن فرصت هست با همه شما ملاقات میکنم. فعلا مهمتر اهل شهر هستن، باید به اونها یک جوری کنار آمد. استمالت از اونها لازمه. به فکرش بودم. سهمیه خرج تکیه حاضر است، از طرف خودتان به تکیه بدهید. البته موثره. هدف شما تماس گرفتن با سران اصلی یاغی های تنگستان باید باشد. باید بفهمانید اشتباه می کنند. نباید خون مردم بیگناه را ریخت. نفوذ میون اونها مشکله. سعی خودمو می کنم. شاید از طریق قوانین دیگه. می دونید اکثرا با من روابط دوستانه دارن. در سفر آیندم به برازجون و کازرون با آنها صحبت میکنم. مشکل ما آروم کردن سران تنگستانی، مخصوصا رئیس علیه. کی؟ کی میخواد؟ پول؟ مقام؟ هرگز.
اصلا اهل این حرفا نیست، خودتون بهتر میدونید. پس چی؟ یک دهاتی راهزن از همه زیاد پول میخواد. دشمن شماره یک شما درست یا نادرست از روی عقیده میجنگه. وقت شده قلا باسته تو اینجا باش. باشه. رد شده. چه خبر اینجا؟ اعضای حسین که در راه حق شهید شد؟ اعضای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی‌های حق کش؟ در مقابل ظلم سکوت میکنین؟ اون وقت به اعضای حسین میشینین. روح امام حسین رو با این کارتون آزار میدین. شرم نمیکنین؟ به سلامتی سردار رشید و تنگدستون رئیس علی صلوات جدید. بریم، اینجا جای ما نیست. When ti vivera sublirazio fi dei cristiani commenda sed grazia tua illi succorrente mereantur evadere judicium unzion qui dun vivere insignitus et signaculo sante trinitatis. چی شده؟ فرض کنم قربا یکی رو پیدا کردیم که رئیس علی رو بکشه. بله اگر این طور باشد خیلی خوب میشه. بعد قربان از خودشون بروز کرده. اسمش چیست؟ چی کار میکند؟ از کجا میدانید راست میگوید یا دروغ؟ خیلی باید مواظب باشید. از تفنگچی های خود رئیس علیه. راست و دروغشو زیاد مطمئن نیستم، اما قربان دیدنش که ضرر نداره. اگه موافق باشین باش قرار میذارم تو منطقه خودمون. موافقم. کپتن رنکینگ را هم ببرید بهتر است. فقط دقت کنید یک حیله نباشد. چشم قربان، چشم چشم. ما 20 صندوق میخواییم. باشه. معامله چجوریه؟ نصف اول، نصفشم بعدن که تحویلت دادم. پول که نداریم. خب پس چی داری؟ جنس قبول میکنی؟ تا چه جنسی باشه؟ فرش، اساس خونه، زیور زنا. با زیور زنا که نمیشه تفنگ خرید. هرچی پول داری قبول دارم. 5 روز دیگه هم تحویلت میدم. خیلی خوب باشه. فکر بقیه یه پول باش. خداحافظ. خداحافظ. اومدن، همینجا باش من میارمشون. سلام عرض میکنم کاپیتان. قدم رنجه فرمودید. چطور هستی شما؟ مرد تنگستانی آمده؟ بله ارباب اومده، پشت امامزاده است. اما نمیدونه چی ازش میخواد. خوبه خوبه، متشکرم. بگیر. دست شما درد نکنه. آدم مطمئنی هست؟ بله قربان، حتما هست. خودت مرخصی، برو بهش بگو بیاد. عزتتون زیاد کاپیتان، ممنونم، خیلی ممنون. اما فکر نمی کنم بیاد، خودتون باید تشریف ببرین پیشش. برویم. خیلی خوب. زرغلام حسین همت داشته باش، بذار این فتنه بخوابه، مردم خیالشون راحت بشه. آخه اینا که بدخواه ما نیستن. ببین غلام حسین، شما کار کودت کرد، ما هم به شما کمک کرد، برای همین آمده ایم اینجا. کی گفته من میخوام اونو بکشم؟ کتمان نکن، ما که خوب میدونیم باهاش خون داره. از اون گذشته، بالاخره یه نفر باید تنگستون رو از شر این راهزن نجات بده. آخه تا که جووناشون باید فدای جنون اون بشن؟ حرف ما گوش کرد، می آید پیش ما. رئیس علی راهزن نیست، اگرم بکشمش واسه چیز دیگه است. خب معلومه، سوای همه اینا هر کس برای خودش دلیلی داره که خودش می دونه. حالا خون دارین با هم که جای خود داره. بعضی وقتا یه بی حرمتی کوچیک باعث میشه آدم خونش به جوش بیاد، مگه نه؟
آره، از کجا فهمیدی؟ ای بابا، من رئیس علی رو بهتر از همه میشناسم. خدا گواه حرمت احدی رو نداره، مثل گربه بی صفته. او حتی قدر آدمای خودش هم نمیدونه. خوب غلام حسین، چه کار میکنی؟ نمیدونم، باز فکر کنم. خیلی خوب فکر کن. تو دوست ما هست، باید روی ما حساب کرد. شاید برای خونه و بچه ها به اسلحه پول خواست، بهتر که پول داد. نه کاپیتان، خودم باش صحبت میکنم. موفق باشی، خیلی خوشحال هستم. فکر کرد، خبر کرد. بیا اینو بگیر داشته باش، ضرر که نداره، پوله، به درد میخوره، چاره هر درد بی درمونیه. بگیر، حالا برو. چه؟ خیلی خوب، وای صاحبم، خیلی معذرت میخوام آقایون، یه امر خانوادگی پیش اومد. انشاءالله خیر با اجازه شما. بفرمایید، راحت باشید. خواهش میکنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، احوال شما؟ چه عجب، داشتم نگران می شدم، مدتی از شما بی خبر بودم. همیشه در خدمت حاضریم. اختیار دارین. حمله شما به تلگراف خونه و حضورتون در تکیه منو خوشحال کرد، همه رو خوشحال کرد، مضطربم شدم. باید خیلی بیشتر احتیاط کنین. بله بله، حتما. خب، خرید اسلحه از مسقط چی شد؟ تونستین کاری صورت بدین؟ راستش برای همین خدمت رسیدم. سرتو بالا بگیر، تو باید از من بخوای. بیا بریم، بیا. با اینا کارتون را میفته؟ خیلی متشکرم. چجوری میشه جبران کرد؟ اختیار دارین. کاش کی بنیه داشتم و از همینجا دنبالتون میومدم. الانم کارتون کمتر از هیچ کدوم از ما نیست. ما که به شما امید بستیم. الهی حاجت مجاهدین وطن پرستو برآورده کن. الهی آمین. انشاءالله رو سفید میشیم. خب من باید برم، تفنگچی‌ها منتظرن. آخه چایی چیزی؟ بمون خستگی در کن. فرصت نیست، باشه یه وقت دیگه. بسیار خوب، خدا به همراهت. از در حیات خلوت برید، از اون طرف به همه سلام برسونید. خداحافظ. خدا به همراهت. رئیس علی، غلام حسین فرار کرده، هندیام دارن میان این طرف. پس اینطور باشه، را بیفتیم. به سنگرتون خوش اومدین. باز و بسته کردن تفنگ کار آسونیه، قولتون میدم یه روزه یاد بگیرین. همینطور چکندن و به هدف زدن. اما اینا موقعی موثره که سینه‌ای که به قنداق فشار میاره پر از ایمون باشه، پر از عشق باشه. تنها عاشقه که میتونه درست بجنگه. اونی که وقتی هم کشته بشه بازم پیروزه. ببرین، مواظب باشین. خیلی خوب، حالا پیاده کنین. روز مرگ کیمه؟ نرگس مرحبه. حالا بیا جلو، تکه بده بشونت، صورتت باید بچسبه اونجا. حالا گلنگت. سلام رئیس. سلام علیکم. برای کجا گم شدی؟ چی من؟
شما من انداختین تو هچل، خودتون گم شدین. ای درد باریکی، حرومزادگی رو بذار کنار. عمل تو درست کن. نظر شما چیه رئیس؟ گویا قبلا محلو دیدین؟ والا موسیو واسموس نقشه‌شو تهیه کرده، الان ملاحظه میکنین. موسیو واسموس نشونشون بده. الان خدمتتون عرض میکنم. اینجا مسیله است، این جاده شاهیه و پس ارتفاعات کجاست؟ اینجا، اینم مسیر خط تلگراف و تلفنشونه. نخلستونام اینجاست. این ارتفاعات خیلی مناسبن. این حدودا یه اردوی حسابی میشه علم کرد. چاه آبم داره. از اینجا تا بوشهر فقط چند تا نخلستون تنک هست، باقیش دشت صافه. تپه ماهورم نداره، تنها یه رشته ارتفاعات هست که خودشون اردو زدن. البته باید بگم بهترین موضع نظامی که مسلط به شهر و دشت دست اوناست. توپاشون به هر دو طرف کاملا مسلطه. انتخابشون درست بوده. تصور میکنم رئیس علی هم با من موافق باشه که غیر از این محل که در نقشه ملاحظه کردین، این حدودا دیگه منطقه مناسبی وجود نداره. فاصله اینجا تا اردوی انگلیسا فقط 4 فرسخه. شب یا روز فرق نمی کنه. سوار نظام اونا نیم ساعته به اینجا میرسه. نظر شما چیه؟ ما اونا رو از اینجا میبینیم، اما اونا ما رو بهتر میبینن. بهتره یه دفعه دیگه سعی کنیم. شاید تمام حرکات ما زیر نظر اوناست. تصور این موضوع برای من مشکله. برای اونا هم مشکله. این منطقه چندان حفاظی نداره. فکر نمی کنم برای اردو مناسب باشه. ما باید پناه کوه باشیم. اردوی بی حفاظ چه فایده ای داره؟ اتفاقا اونا هم همین فکر رو می کنن. تو بلندی های سر بسته چقادک پخش میشیم. اونا هم که بغل دست من. شما که قصد جنگ منظم رو نداری، باید منتظر حمله اونا باشیم. ولی تو این فاصله تو محلهای مناسب قراول میذاریم. بله، این فاصله رو با تفنگچه خودمون پر میکنیم. بنده با این نقشه موافقم، اما نباید غافل گیر بشیم. برای این قضیه هم باید یه فکری بکنیم. افراد ژاندارم خیلی خوشحال میشن که تو این فاصله همراه تفنگچیای شما باشن. حتما باید منطقه رو بشناسن. هیچ کس بهتر از خود رئیس علی منطقه رو نمیشناسه. کی شروع میکنیم؟ فردا؟ چرا فردا؟ امروز. مردا خوب جنبیدن. تصور نمی کردم به این زودی اردو رو برا بشه. چرا نشه؟ کار باس انجام بشه. چی میبینی واسموس؟ میخوان خط آهن بکشن. خط آهن؟ باید بریم جلوتر عکس بگیریم. باشه. بیا. Thank you.
سید مهتی از زندون نامه نوشته. خب چی میخواد؟ کمک میخواد. همش هم اینه؟ بله. بده بینم. واسموس کجاست؟ داره دستورتشو میشوره. موسیو واسموس میگه میخوان مرداب خاکریز بکنن. خط آهن یه راست میاد تا چقادک و از اونجا به براسیو. میدونی چقدر کار میبره؟ خیلی کارگر میخواد. مردم تن به کار با اونا نمیدن. ناچارن هم نظامی های هندی بیگاری بکشن. اون وقت نسبت 1:10 تفنگچی های ما با اونا حفظ میشه. درسته. باس بذاریم کار خودشونو بکنن. باس گاگوداری زحمتشون بدیم. نیست رئیس؟ واجبه. حسن باس خودم یه سری اون طرف ها بزنم. رئیس تهنه میخوایی بری بوشهر؟ خب پیغون بفرست. پس بذار من برم. نه دریا بگیر و به اردوگاه را ندی. بهتره الان توقیفش کنی. چطور ممکنه؟ اون مهمون ماست. بذار ببینم زار خزر خان و شیخ حسین خان چی میگن. مهمان خائن هیچ وقت عزیز نیست. داره میاد. خسته نباشی. سلام جناب دریا بگی. خیلی زحمت کشیدی. انشالله به زودی مشکلات حل میشه و نیازی به این اقدامات نیست. کدوم مشکلات جناب دریا بگی؟ مشکلات ما یا مشکلات شما؟ مشکلات حاکم جدید که فیصله پیدا کرده. مشکلاتی که به شما مربوط نیست ولی ایجادش میکنید. حتما با آدماش برای جاسوسی اومدی. نباید از وضع و مکان اردو با خبر باشی. با انگلیس دست داره. به خالو میگم مواظبش باشه. بریم. این اتفاق و اتحاد مجاهدین ضربه‌ای محکم است بر دهان اجنبی و اجنبی پرستان. انشاءالله مدافعین استقلال توفیق حاصل میکنند. اما همونطور که با حضرت مجتهد صحبت شد، به یاری خدا حضرات را از بوشهر بیرون میکنیم. هجرت و استقرار مجاهدین در اینجا موضع ما را در مذاکرات تقویت میکنه. انشاءالله به یاری خدا حضرات قبل از اینکه خون بیشتری ریخته شود بوشهر را ترک میکنه. انشاءالله. حالا چرا اینجا ایستادید؟ به اندازه کافی زحمت دادم، دیگه مرخص میشم. با اجازه. چه عجله‌ای داریم؟ هنوز رفع خستگی نشده. تا بوشهر هم که راهی نیست. بهتر زودتر راه بیفتم. کارهای زیادی هست که باید انجام بدم. مرحمت زیاد. سلام علیکم. علیکم سلام. حال شما چطور است؟ حتما مسافرت خوش گذشته. بفرمایید. کی برگشتین؟ دیشب. سفر پردردسری بود، مخصوصا آخراش. خب شیر هستید یا روباه؟ یه چیزهای دستگیرم شد، اما باید منتظر پیش آمدهای بعدی بود. با اعتدالیون شیراز میشه کنار اومد. خب میدونید من خودم از بانیان کمیته فارس هستم. قزنفر و سلطنه هم قابل اعتماد نیست، تحت تأثیر واسموسه. Please help yourself. علاوه آدم رو راستی نیست. زیر حرفش میزنه. بدون سابقه عرض نمی کنم. اردوی آنها دقیقا کجا هست؟ تا سیمخاردار بوشهر 12 مایل فاصله داره. در این حدود؟ یعنی حدود 5 فرسخ و نیم. اینجا چه کار میکنن؟ With your permission, sir. Yes, take it away.
چند نفر هستند؟ عده‌شون رو دقیقاً نمیدونم، تا امشب مطلع میشم. اما کار مهمی نکردن، دو تا خط دفاعی درست کردن، تعدادی هم کپر و چادر و از این قبیل چیز. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. عجب قربان. حالا آقایون چطور؟ زیارت نصیب شد قربان. سلام علیکم. سلام. عظیم از میگم. برید بیرون. سلام از میگم. آقایون بفرمایید. 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 یا الله. خب. سلام. سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما چطوره؟ یا الله. سلام دوستم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم قربان. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. یا الله با اجازه شما. بگذارید اینجا. ابلاغ مرکز همین امروز تلگرافی به من رسیده است. تبریک. قربان خیلی خوشبختم. واقعا باید به مردم بوشهر تبریک گفت. مبارک است. انشاءالله قرین توفیق باشین. تبریک میگم. من چقدر گرفتارم جناب حاکم. اجازه مرخصی میفرمایید؟ اختیار دارید. خواهش میکنم. متشکرم. خدا حافظ آقایان. چرا به این زودی؟ خواهش میکنم. متشکرم. بفرمایید سر جای خود. خداحافظ. موفق باشید دوستان. خداحافظ. قربان زلالی مستدا. این روزا دور بوشهر دیوار گوشتی کشیدن. قبلا هم رفتن به بوشهر کار آسونی نبود. بهتره یکی دیگر رو بفرستی. خودت نباید بری. چرا؟ مگه خون من رنگین تره؟ همه جا نگهبان گذاشتن. حالا وقت کارای خطرناک نیست. این کار یه جور قماره. این همه زحمت کشیدین، کارا داره سر و صورت میگیره، دشمن شما به وحشت افتاده. حالا همه اینا رو برای یک نفر که میتونه چند روز یا چند ماه دیگه هم تو زندان بمونه به خطر میندازین؟ تنها میرم. من اصلا نمیفهمم، دارم دیوونه میشم. با این وضع دشمن شما اگر پیروز نشه یک معجزه است. من نمیفهمم این چه منطقیه. گفتم که باید برم. پس مواظب خودت باش. خب مادر، اومدم پسرتو ببرم. خدا پشت و پناهتو باشه. ایشالله به حق محمد و آل محمد سالم و سلامت باشه. خدا خودش جوانهای ما رو حفظ کنه. خدا حافظ مادر. بریم. خدا حافظ پدر. پایدار باشی پدر.
گمونم دیر شده، مثل مور و ملخ از لونشو ریختم بیرون. حالا مگه میشه رد شد؟ حالا چیکار باید بکنیم؟ من میگم تا دیر نشده بهتره برگردیم بوشه. از تکلیف اون مردایی که راشونو بستن چی میشه؟ مثل که این اردو با دو نفر طرفه، باید بریم کمک. خدمتی محکم بشه، دهنه رو صفر نگه دار، مواظب باش. خدمتی، خدمتی بخواییم، خدمتی، خدمتی. دیگه جای من تو دلوار نیست. همه فهمیدن که من عبدو رو کشتم. برادراش همه جا مثل سایه دنبال منن. اگر ما موفق شد بوشهر آمد، شما پیش ما کار کرد. تو راه ما اگر راهشون رو نبستید. اینا کی هم؟ برو زود فیصلی بکش. چند نفری؟ بکتون برای کمک بیاره، من میرم کنم. ایرانی را می کشد، به حقوق سیاسی و اجتماعی او تجاوز می کند، هندی را به کشتن می دهد، به کشتن ایرانی وامی دارد و به این ترتیب در میان دو قوم شرقی همسایه تخم کین می پراکند. یعنی زهر طرف که شود کشته سود استعمار است. اما نمی داند که از این سو اگر شهیدی بر خاک می افتد، می گوید یک مرد اگر به خاک می افتد، بر می خیزد به جای او صد مرد. شده غلام حسین پیش بود. رئیس، رئیس خانو از پا نشین، توفنگ را زمین نذار. دو تا تیر خورده، اونم کاری؟ مگه ممکن؟
میدونستم. یعنی میمیره؟ یه جون که بیشتر نداشت. رئیس سلیم؟ بله. شاید اگر دست انگلیسم می افتد نجات پیدا می کرد. اینطوری بهتر شد. اگر از ایران می شد خودشو می کشت. چه خورشید برزد سر از تیغ کوی، جهان را بیفزود فر و شکوه. ز خواب اندر آمد کو تاج بخش، و ز آنجا برفت و به نزدیک رخش. به زین اندر افکن گرز نیا، و همی رفت یک دل پر از کیمیا. یکی مفخر خسروی بر سرش، خوی آلوده ببر بیان در برش. به ارجنگ سالا